عفه بین الملل. جهان چشم خود را به روی بحران گسترده ناپدیدسازی‌های قهری در ایران بسته است. خزانه داری آمریکا دو شبکه مرتبط با برنامه موشکی رژیم ایران را تحریم کرد. موافقت ملکه انگلستان با تعطیلی یک ماهه پارلمان. عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی ناپدید شدگان به سکوت جامعه جهانی در مورد سرنوشت هزاران زندانی اعدام شده در ایران در سال 67 اعتراض کرد و اعلام کرد اعدام‌های سال 67 در ایران جنایتی است که پرونده آن هنوز باز است. عفو بین الملل تصریح کرد امتناع مستمر مقام‌های رژیم ایران از افشای سرنوشت و محل دفن هزاران زندانی که در جریان کشتار زندانیان در سال 67 قهرن ناپدید شده و طی روالی فراغذایی اعدام شدند، بحرانی به وجود آورده که جامعه جهانی چندین دهه آن را عمدتاً نادیده گرفته است. فیلیپ لوتر، مدیر عفو بین الملل می گوید، خانواده های افرادی که به صورت مخفیانه در جریان کشتار زندانیان در سال 67 اعدام شدند، هنوز در اضطراب و هراس به سر می برند. واقعی که همچنان مهر قساوت بر پیشانی سیستم قضایی این رژیم زده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد دو شبکه برنامه موشکی رژیم ایران را تحریم کرد. این دو شبکه مشغول تهیه و تجهیز مخفیانه تجهیزات موشکی برای چندین ارگان نظامی رژیم ایران هستند. به گزارش سایت خزانه داری آمریکا، یک شبکه به ریاست حامد دهقان از یک شرکت پوششی مستقر در هنگ کنگ برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی استفاده می‌کرده است. این شرکت طی معاملاتی به ارزش ده‌ها میلیون دلار تکنولوژی آمریکایی را برای سپاه پاسداران و برنامه موشکی رژیم ایران تهیه می‌کرده است. شبکه دوم به ریاست سید حسین شریعت محصولات متعدد آلیاژ آلومینیوم را برای نهادهای تحت کنترل وزارت دفاع و لوجستیک ارتش رژیم ایران تهیه و خریداری می‌کرده است. همزمان با برگزاری سومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت رامک خودرو در دادگاه کیفری یک تهران، غارت شدگان این شرکت با تجمع مقابل دادگاه خواستار بازگرداندن سپرده‌های خود شدند. پرونده رامک خودرو بیش از 7000 شاکی دارد که تمامی آنها برای دریافت خودروی تیولی مبالغ مختلفی را به حساب این شرکت واریز کردند. اما با گذشت بیش از 2 سال از واریز آنها، هنوز خودرو به غارت شدگان تحویل داده نشده است. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC تصریح کرد تا زمانی که رژیم ایران تغییر رفتار ندهد، هیچ گشایشی نخواهد بود. پومپئو گفت: ما از توافق برجام خارج شدیم، زیرا این توافق تضمین کننده ادامه مسیر رژیم ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بود. دوست سالاران در تهران را از دسترسی به منابع مورد نیاز برای تشویق تروریسم در جهان محروم کردیم و در واقع می توانید ببینید که حالا آنها باید با دقت انتخاب کنند که از کدام تروریست ها می توانند حمایت مالی به عمل آورند. مایک پومپئو افزود: این تحول خوبی است که ما امکانات آنان برای به خطر انداختن مردم آمریکا را محدود کرده ایم. وزیر خارجه آمریکا گفت: خواست دولت آمریکا این است که رژیم ایران یک رژیم متعارف باشد. مردم ایران در تلاش برای تغییر رفتار سران این رژیم موفق باشند و وقتی چنین چیزی انجام شود، ما سر میز مذاکره خواهیم نشست. ملکه الیزابت با طرح بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان برای توقف فعالیت پارلمان این کشور به مدت 1 ماه موافقت کرد. بر اساس فرمان صادره از سوی ملکه انگلستان، پارلمان نباید در روزی زودتر از دوشنبه 9 سپتامبر و دیرتر از پنجشنبه 12 سپتامبر 2019 تعطیل شود و این تعطیلی تا روز دوشنبه 14 اکتبر 2019 ادامه خواهد یافت.